سلام علیکم و رحمت الله بفرمایید استاد من سوال داشتم و این است که مثلا امی مسئله که در لبنان پیش آمد من زیاد ندیدم که مثلا امی دعوت کدام ویدیو جور کنن یا نظر خدا بگن که چی است که سوال من نیست که بین امی و امی حزبالله که هرچی که هستند موقف مسلمین چی باشه یعنی بسیار اگر... توضیح خواهم داد اگر بین, بین حکومت آخوندانه و بین هم یهودا کدام چیز در بگیره ما نظر به کی مثلا طرفدار کی باشیم بسیار خوب توضیح خواهم داد چشم خیلی بلی سلامت باشید باشی. 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 برادر امید عزیز این که دعوتگران و علما صحبت نمی کنن پیرامون این مسئله چون آنچه که سابقه ای که حزب داشته در طول این مدت مسلمان کشی بوده و هنوز هم مسلمان کشی داره و همه احساس میکنن و بلکه به این گاهی مطمئن هستند که این جنگ های زرگری نمیتونه که مسلمانان را بفریبه مسلمانان را فریب بده ما هر دو را ظالم میدانیم و از هیچ ظالمی دفاع نمی کنیم. حالا اگر بحث عقیدتی باشد ممکن که یکی را بر دیگر مقدم بدانیم مثلا بگیم که این بهتر عقیدهش این بهتره اما ظلم هر دو بر مسلمان ها مستولی است و هیچ تفاوتی در ظلم در بینشان وجود نداره هر دویشان ظالمن و هر دویشان ظلم میکنن و هر دویشان ستم میکنن است؟ پس بنابراین توجه داشته باشید برادر عزیزم ما در بین خوب و خوبتر قرار نداریم بلکه در بین دو بدی قرار داریم که هر دو بدن یعنی هر کدام را اگر شما درست بسنجید نمیتونید بگید که مثلا بین بد و بدتر صحیست بلکه هر دو به حد بدن که یکی در جای خود ضرر داره یکی در جای دیگر خود ضرر داره مثلا شما فرض کنید که اگر حزب الله سر قدرت بیایه فکر میکنید به مسلمانان رحم میکنه؟ ابدا نمونه اش رو شما در سوریه ببینید نمونه اش رو در هر جایی که پای اینها باز شده چه قدر قتل و کشتار کردن یعنی گاهی اوقات جنایاتی کردن که حتی صهیونیست های نجس هم نکردن پس بنابراین بین بد و بدتر نیستیم که ما یکی را انتخاب کنیم بلکه هر دو به نوبه خود به شدت بدن هر دو به نوبه خود به شدت بدن که ما را اجازه نمیده که بین بد و بدتر انتخاب بکنیم به خاطر همینه که اهل علم علما و دعوتگران وقت جوانی به مسئله را میسنجن از هیچ جهتی نمیخواهند حمایت بکنند صحیح است که مظلومینی در این میان کشته میشوند و مظلومینی در این میان خصوصا از اهل سنت و از مسلمانانی که در لبنان به شهادت رسیدن طبعا قلب انسان را درد میگیره اما باعث و بانی این متاسفانه همان همپیمان سحیونزمه که ته که در طول این سالها راه را برای سحیونزم باز کردن راه را برای نجس های باز کردن و امت اسلامی را تباه و برباد کردن بزرگترین نیروهایی که میتوانستن امروز صد محکمی در برابر سهیونیزم باشند آنها را کیها از بین بردن همین هم پیمانان صحیونزم. متوجه باشید یعنی دقت کنید روی این مسائل شاید یعنی این حرفها ها برای بعضی ها خیلی زیبنده نباشه اونهایی که درست با سیاست دنیا آشنا نیستند از تاریخ این دو طایفه درست نمیدانند شاید برایشان کمی سخت باشه مشکل باشه اما حقیقت این است که هر دوی اینها ظالمند و حتی به حد ظالمند که نمیتوانی بین اینها یکی را بر دیگری ترجیح بدی چون هر کدام در همان دائره خود ظلم داره و ظلمش هم بی حد و بی حصر و بی حد بی حدود الله رحم کنه و الله سبحانه و تعالی امت اسلام را از شر همه همه اینها نجات بده همه اینها هر کسی که در ریختن قطره خون مسلمانی دست داره الله متعال به جزای اعمالش برسانه و مسلمانان را از بین ظالمین و کافرین و مشرکین الله سبحانه و تعالی سالم و غانم بیرون بکنه و دست ظالمین و, غ... دست ظالمین و غاسبین و کافرین و مشرکین را الله کوتاه سازه سر امت اسلامی چون واقعا دردآوره یعنی امروز وضعیتی که ما در فلسطین میبینیم وضعیتی که در جهان اسلام میبینیم گاهی اوقات تحملش برای یک فرد مسلمان به شدت سخت میشه ولی شک نداریم که پیروزی از آن مسلمانان است شاید به هر حال مشکلاتی را تحمل بکنیم و به هر حال روزگار سختی ها بگذره جزاكم الله خيرا